یکی از اسامی روز جمعه که در قرآن آمده است یوم الشاهد است، چرا که روز جمعه فردای قیامت شهادت می‌دهد. در این روز مردم برای نماز جمعه جمع می‌شوند. یکی دیگر از اسامی این روز یوم المزید است، یعنی خداوند رحمت‌های خود را برای بندگان زیاد می‌کند. اعمال سفارش شده برای روز جمعه. در کتب ادعیه بیشترین اعمال به جمعه اختصاص داده شده است. تلاوت سوره ها، نماز ها، صلوات های مخصوص با ذکر آثار آن برای برطرف کردن حوایج مردم و رسیدن انسان ها به مقام محمود نشانه اهمیت جمعه نزد خداوند است. پیامبر اکرم می‌فرمایند جمعه 24 ساعت شبانه روز دارد که در هر ساعتی 600 هزار نفر از آتش جهنم آزاد می‌شوند. از عصر پنجشنبه یوم الخمیس هر کسی کار خیری انجام دهد ثوابش مضاعف می‌شود و عقوبت گناهان را محو می‌کند و درجات مؤمنان را در دنیا و آخرت بلند می‌گرداند. اگر کسی حرمت این شب و روز را نگه ندارد و در شب جمعه معصیتی را آشکار انجام دهد، در پیشگاه خداوند سبحان عذاب می‌کشد. پیامبر اکرم در این باره می‌فرمایند صلوات نوری است که انسان را از پل صراط عبور می‌دهد. اگر انسان قبل و بعد از خواستن حاجت خیش 3 بار صلوات بفرستد، این دعا آسمانی می‌گردد و خداوند سبحان نظر لطفش را از او دریغ نمی‌کند. در روایتی داریم که امام صادق علیه السلام درباره مردی که می‌خواست عمل خیری مانند انفاق در راه خدا و روزه انجام دهد فرمودند مستحب است روز جمعه چنین کند، زیرا عمل در آن روز چند برابر ارزش دارد. در بیان دیگری از پیامبر اکرم آمده است روز جمعه سرور روزهاست، خداوند نیکی ها را در آن روز چند برابر میکند و گناهان را در آن روز میزداید و درجات را در آن بالا میبرد و دعاها را مستجاب میکند و اندوه را برطرف میکند و حاجت های بزرگ را در آن روز برآورده میکند. و نیز فرمودند روز جمعه بر من بسیار صلوات بفرستید، زیرا روز جمعه روزی است که اعمال آدمی در آن روز چند برابر می شود. در جای دیگر حضرت می فرمایند هر جمعه برای اعضای خانواده خود چیزی از قبیل میوه و گوشت به عنوان هدیه فراهم کنید تا با فرا رسیدن جمعه شادمان شوند. امام باقر علیه السلام می فرمایند هرگاه خواستی پیش از روز جمعه صدقه دهی، آن را برای روز جمعه به تأخیر بیفکن. غسل روز جمعه فراموش نشود. پیامبر اکرم در اهمیت غسل روز جمعه می فرماید هیچگاه غسل جمعه را ترک نکنید، هرچند که ناچار باشی از پول غذا و خوراک خود صرفه‌جویی کنی و برای غسل جمعه خرج کنی، زیرا غسل جمعه یکی از بزرگترین و برترین کارهای مستحب است و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام هرگاه می خواست کسی را سرزنش کند می فرمود تو حتی از کسی که غسل روز جمعه را ترک می کند ناتوان تری. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.